a sharp shooter, very skilled. Target is moving. He shot accurately in the middle of the foha. Bahadur, just now. شاروخ، بالسون درست اینجا. عجب، رفته بودم شهر شیراز برای خرید، عروسی دارم. قبول کن که این تیر کار هر کسی نیست. بچه ایلاتی با تفنگ بزرگ میشه، یعنی شب تو تاریکی هر کسی میتونه بزنه درست وسط. این عجیب نیست، حیرت کردم که چرا. اون شبنامه کار کی بود؟ ببین بهادر، با خدمتی که تو کردی به ما تو تنگه بوالحیات، اعتبار و وزن خوبی پیدا کردیم. قرار شد توسعه بدیم، با حفاری و اکتشاف تمام خطه جنوب آباد میشه. این مردم، اینا که به خون ما تشنن، از این همه فقر و نکبت میان بیرون. این آرزوی بهادره، آرزوی منم هست. باور کن بهتر از این دو نفر واتسون و پوتینگر مهندس پیدا نمی کنیم توی دنیا. اما چطور باید گزارش بدم؟ کوتاهی کردی بهادر؟ کوتاهی؟ نه، اما باید بیشتر مراقب باشی. میخوام حفاظت داخل کمپم با تو باشه. من؟ مشکلی هست؟ محتاج به نفرات بیشتری. نوئل نه نگفته به تو. فقط باید مراقب باشی چیو انتخاب میکنی برای این کار، چون تو این شرایط به هر کس نمیشه اعتماد کرد، البته جز بهادر. ببین چطوری بگم، کسی خبر نداره حتی این هندی ها. تو تنها نفر سومی هستی که شریک ما میشی، شریک اطلاعات ما میشی. البته اونم به خاطر مسائل محرمانه. میدونی اون محموله‌ای که دیدی سلاح و مهمات بود، از بهترین نوع در دنیا.
فقط دروغ گفتم بهت چون دلیل داشتم، چون احساس ناامنی میکرد. نمونش همین الان تو کمپم همین اتفاق افتاده. فقط باید مجهز شیم آماده. آش به منم نگفته بودید تو محرم به حساب میای بهادر. فردا روز شبنامه که بدن ناگفته ها به زبون میاد، این وسط مقصر اصلی نفر سومه. کاش میفهمیدیم خبرها رو کی میبره بیرون. فراموش نمی کنم که تو به موقع، کاملا به موقع به ما هشدار دادی. اگر گوش کرده بودیم واتسون الان زنده بود. ما با بهادر با راست‌ترین و بهترین امانت‌دار عهد بستیم و باز هم می‌بندیم. بیامد. سلام کوشانه خانم. سلام. بی بی کتایون هستم. بله، از کت خود و بهادر چه خبر؟ خوب با بهادرم. اینجا چی کار میکنی؟ اومدیم خرید عروسی برای جهان پسند. به به، به سلامتی. خیلی ممنون. به مبارکی. اینم از طرف من برای عروس خانم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خدا از بزرگی کمتون نکنه. خواهش میکنم. مبارک باشه. زحمت کشیدی. با اجازت. به سلامت. خداحافظ. خب روز بهان. آماده شد. حتما پولم باید بهت بدم. ها؟ حساب میکنیم. نمیخوام جلوی چشم ببرم. جد خدا خیالت راحت باشه. چنان بپیچمش که خودت هم نفهمی چیه. جد خدا نمیخوام دست در نکنم. حالا بزن. بهادر رو ندیدی؟ نه. بهادر رو ندیدی؟ نه. بهادر رو ندیدی؟ فکر کنم رفت سیاه چادرتون. یه تاتویی؟ این تفنگ ها؟ شیراز تفنگ و فشنگ خریدم ولی نیاوردن. نباید شک کنن، به خصوص نایل. جاشونم نه؟ نه، بعد کم کم بیارم. به اندازه هست؟ دیگه هیچ پازنی بی تفنگ نیست. باید قوی بشیم، قوی تر از همه. به زنان فکر کردی؟ چی گفتی تو؟ دنبال چی هستی الان بهادر؟ شک کردم به گروهی که دارن، حتی سیفور. امشب از دور یکی با تیر زد وسط پیشونی واتسون. شاید پازنی باشه. اگر پازنی بود پیداش کردی؟ چه کارش میکنی؟
عهد بستم و نایل. تو چرا عهد نشکنی وقتی او عهد شکسته؟ نه نه، خودت نگفتی اون دوتا مهندس نیستند؟ بیبی شک کردم، فقط همین. نباید کوتاه بیای. اونی که تیر زد وسط پیشونی اون واتسون، آها همین، اونی که تیر زد کاری کرد که باید آبهادر میکرد. مثل آغازی حرف میزنی. اگه ممکنه نولت کنید تو پنج قسط با ما اصحاب کنید. پنج قسط که زیاده، سه قسط خیرشو ببینی. در صورت این فرش پنج قسط هم میشه. خدا خیرتون بده. حاج آقا گفتن پنج قسط، ولی شرط داره. شرطش اینه که سر برج به سر برج بیاری بدی. چشم. یعنی اگر تأخیر بیفته دیگه حساب سر برج به برج بیاری. ما باید بدونیم اگه کار تو بوده. دارید استنتاق میکنید منو؟ نامدار خان روک و فوش کنده کشتن این انگلیسیه. چرا فکر میکنید کار منه؟ بی خبر که باشیم من بیشتر لطمه میخورم تا شما. قرار شد هر قصدی داریم خبر بدیم. من لو برم بدجوری صدمه میخوری تا مستر. باورت میشه شک که من رفت به زیا؟ گفتم شاید تشکیلات بود. امکان نداره، فقط کار صنفی میکنیم ما، یه تفنگچی هم نداریم. بسیار خوب، دوباره عهد ببندیم. هرچند نقض عهد نکرده کسی. شاید یه مشروطه چیه تندرو، مثل همونی که تیر انداخت به شوکت خان. ولی هر کی بوده این بار قصر در رفته. نازش هست داره کارش. با کشتن انگلیسیه جن زده شد قوام. نوئلم توی خورشید هرچی از شعر و شعار مردم بود چاپ کردی. مردم دلشون میخواد کار بهادر باشه که کاش بود. بد نشه براش. میبینید؟ لحظه‌اش نفس تازه کنیم. رو دستمون بلند شد. چی؟ روزنامه چاپ کردیم؟ روزنامه چاپ کرده. طالع. مدیر روزنامه هم شده دوراب. دوراب؟ دوراب ما؟ نه خیر، دوراب قوام. احتمالاً همون موقع که شما مرخصش کردید، عوام جوی قوام بوده نه شما. قوام کارگزارش رو از دست نمیده. دوراب بلاگردان روزنامه است. مترسک سر جالیز.
تعزیه گردان اصلی شاه بازه. از بگو چرا قوام شده کاسه داختر از آش. ببینید شعار مشروطه خواهی سر داده تندتر از خورشید. امروز که هفتم ربیع الثانی است، مردم ایلات خله و برد دعا به جان شیرمردی بهادر نام می کنند که به زعم آنها مملکت فارس را از لوس وجود اجنبی پاک خواهد کرد. همان مردی که در انقلابات شیراز دلیری را به حد کمال رساند و به صراحت نوشته که قاتل اون انگلیسی بهادر بوده. هیچ چاره بهادر، روحش هم خبردار نیست. آیان نقشه دارن برای بهادر. تاله نوشته کار بهادره، خورشید هم نوشته کار بهادره. هم صدا نشیم با قوام. کاش مخفی میکردید تا تکان بخوریم. ما با خبر بودن همه. حتما شنیدید. چی میگید؟ تصنیف ساختن حتی؟ بله، هنوزم میخونم. صداشون مثل خنجر میره به پهلوی ما. وزیر مختار خیلی عصبانیست. خیلی خیلی. باید قاتل رو پیدا کنیم، وگرنه عاقبت بدی سراغ ما میاد. جون کنید یک قاتل خو؟ نه، همه خبر دارن جناب کنسول. کنسول از همه چیز خبر داره آقا. خوش سر من بیایی. پنداری فقط خواجه حافظ شیرازی بی خبر. بی مقدمه و بدون تشریفات ناچار شدیم جلسه فوق‌العاده داشته باشیم. گراهام شروع کن. با اجازه استاد، لازم نیست مطلع کنم که ما در اینجا در ایران جنوب بیشتر تحت تدبیر و درایت استاد، تحت نظارت کمپانی هند شرقی کار میکنیم و لندن و سفیر کبیر ما در تهران راپورت امورات را از ما طلب میکنه. به هر حال قتل مستر واتسون به قدری وخیم بوده که این بار وزیر مختار از طرف سفیر نامه تند و تیزی رو به کنسولگری آورده و بازخواستم نموده است. بله، کاملا درسته. اصل مسئله برادر، این عالی جنابان لندن نشین از دور دستی براتش دارن. ادامه بده گراهام. چشم. برادران، ما اینجا جمع شدیم تا ببینیم چه عکس العملی باید داشته باشیم. یعنی در مقابل قتل مستر واتسون چه کار باید بکنیم و خودسرانه عمل نکنیم. اگر صلاح هست چند فوج تفنگچی بفرستیم و زهر چشمی بگیریم. نه برادر، صلاح نیست. Here people have a hostile sentiment toward us everywhere. اینجا مردم احساسات خصمانه‌ای نسبت به ما دارن همه جا. This man, this Bahadur is not separated from this people. این مرد، این بهادر جدای از این مردم نیست. در راستای این هدف به عرض می‌رسونم که قرار نیست شمایلی که از بهادر مردم فارس رسم می‌کنند حقیقت نفس اون باشه. این شمایل از طلب مردم حکایت داره. بله، طلب، طلبی که اونها از بهادر دارند، از قهرمان. بدون قهرمان به امنیت دائم نمی رسیم. با
با تفنگ و سرنیزه نمیشه ایمنی و آسایش خرید. وظیفه ما اینه که برای نیاز کشورمون به نفت امنیت کافی فراهم کنی. اگر قهرمانه این مردم رو بگیرید از اون، جز ناامنی و آشوب هیچ چیزی نصیبمون نمیشه. مبادا هوس کنید قهرمانی بسازید برای مردم، در اون صورت ایرانی ها به اون میگن پهلوان پنبه، که با یک سوزن خالی میشه باده اون. دنبال قهرمانه خود ساخته و محبوبی بگردید که با ما کنار بیاد. سلام از شد حضرت اشرف. بخون و عبرت بگیر. ناس رو تشویق به کشتن میکنم. به بهادر هم راه و چاه نشون میده، مثل همین تصنیفی که این بچه های بی حیا کنار گوشم میخونن. میشنوی؟ چرا دور نمی کنن این بچه های بی چشم رو رو؟ بشین. این جرم نیست؟ زیر پا گذاشتن قانون نیست؟ به جایی رسیدیم که روزنامه و شبنامه‌مون شده یکی. انگار فرقی نیست بین این دو. قربان، روزنامه مسئول داره، شناخته از فاعل و مقصر، حدود شرعیه و قانونی هم که معلومه. بی‌اعتدالی قربان. حدود شرعیه و قانونی؟ پس اگر از من بپرسن قاتل واتسون کیه؟ میگم نامدار خان. بله؟ میبینی؟ حاضر نیستی نامدار خان رو به عنوان قاتل و مقصر قلم داد کن. بله قربان، من فکر میکردم مسئولش حاج آقا زیان. فاعل متاسفانه برادر بنده است. فاعل و مقصر. مقصر در قتل، تحریک و ترغیب، معاونت در قتل،
جزا و گوشمال مقصر معلوم شده در شرع و قانون و کلانتر هم وظیفه داره قانون رو با تمام قدرت اعمال کنه. خب حالا بگو چه کنم با این برادر جناب عالی؟ اگه دست برداره، یعنی اگه قبول کنه که... حقیقتاً قبول میکنم. ولی قربان، اگه من باش صحبت بکنم حتما جای امیدی هست؟ با اطمینان حرف میزنی خیلی. به تو امید دارم، ولی به او همین کفایت میکنه قربان. من قول میدم. پس من هم به تو، فقط به تو اعتماد میکنم، وگرنه قربان. فکر نکن، چلات شو. مدیریت روزنامه، خیال نکن، عففو تو را از انتقام سخت پایدار خان دور کنم. دارم قدم به قدم جلو میام. وقتی ثابت کردم که تو، فقط تو قاتل پدرم بودی، اون وقت از حضرت قوام میخوام که دست از حمایت تو برداره. من نامدار خان نیستم که دلم برای توی بی رگ از خود رضا بسوزه. مثل سگ میفرستمت به درک. هیچ مدرکی نیست بر علیه من. از من به جز خدمت و وفاداری ساخته نیست. من حتی کاری نکردم که مستحق اخراج باشم، چه برسه به قتل. این راپورت بده به نکیر و منکر. با من باشه به حرفت گوش نمیدم. خلاصت میکنم قبل از اینکه رنج حرف زدن و توجیه را داشته باشی. قسم خوردم انتقام میگیرم و میگیرم. میخوام با حرف نزن. میخوام مغز تو بپاشونم سقف کلاهت.
همین امشب راهی میشی. تا نگفتم بر نمیگردی شیراز. مطمئن باش وقتی بر میگردی نامدار خان سهم الارثتان بالا کشید. ای خاک بر سر نامدار خان، اگه ذره ای تمک کنه به حق و حقوق تو.